در مزمور 119 آیه 165 اعلام میکنه کسانی که شریعت تو را دوست میدارن، کسانی که ضرورت کلام خدا رو دوست دارن، اعتماد دارن به کلام خدا، هر چی میخواد بگه دوستش دارن، عاشقشن. من همیشه میگم خدا نمیخواد با ما عمری صحبت کنه، خدا نمیخواد با ما رو اطاعت کنیم، ولی من انقدر عاشق خدا باید باشم اونم اطاعتش کنم. آمین. کسی که عاشق یه نفر هست اطاعتش میکنه. آمین. خدا میخواد ما وفادار باشیم، ما نمیخوایم اینجا با واژه بازی کنیم. بعضی موقع من این گونه تعریف میکنم، علتش این هست نسل جوان ما که متاسفانه خدا زده و مذهب زده هستن متوجه بشن خدا یک رابطه عاشقونه رو میخواد با اونها داشته باشه، نه یک رابطه سخت. از این رو هم واژه ها رو داریم تعریف میکنیم به نرمی. مبادا در اون مشارکت های نرمی که شیطان با جوانان دارن آسیب بزنن بیشتر از اینها. اعلام میکنه کسانی که شریعت تو را دوست میدارن از امنیت کامل برخوردار خواهند بود. امنیتی که میتونه به اونها قوت بده. پاسکال نیز اعلام میکنه تمام فضیلت ها در فکر ماست، پس بکوشید تا خوب فکر کنید. و ما میدونیم در حضور خدا میتونیم خوب فکر کنیم، یعنی من به عنوان یک شخص مسیحی و شما به عنوان مسیحی، حالا هر لقبی که داریم، فرزند خدا هستیم، سفیر هستیم، در بعد ما فقط باید نیک فکر کنیم، ما فقط باید در مسیر سلامتی فکر کنیم، ما فقط باید در مسیر محبت کردن فکر کنیم، ما فقط در مسیر عدالت، امنیت، آزادی، صلح و همه اینها باید در رابطه با جلال خدا فکر کنیم. فقط در رابطه با جلال خدا باید ما فکر کنیم که چگونه خداوند جلال، چگونه خداوند جلال پیدا میکنه در زندگی من. زمانی که من اراده برون میخوام، قبلنم عرض کردم خدمتتون، جلال خدا در اصل امنیت خداست. جلال خدا یعنی سپری که من پشتش پناه میبرم برای ازدواجم، برای فرزنددار شدنم، برای کارم، برای خدمتم، برای پیروزیم ها، همه و همه اینها رو میبرم در حضور خداوند و میگم خدایا من میخوام نام تو جلال یابد. پس خودم رو حفظ کردم تحت امنیت خدا. چرا؟ چون کلام خداوند میگه جنگ ما بر روی زمین جنگ روحانی هست. شیطان نمیخواد ببینه که تو پیروز میشی، شیطان نمیخواد تو آرامش داشته باشی، شیطان نمیخواد تو ثروتمند بشی، اما وقتی همه این پیروزی ها رو میگیم برای جلال خداوند هستش، من پشت سپر خدا هستم. مولانا نصرالدین میگن باید بیای جنگ و میره یه سپر خیلی بزرگ درست میکنه و میره پشتش. همین که میره پشتش یکی میاد از پشت مولانا رد میشه، یه سنگ محکم میزنه تو سرش، میگه تو سپر به این بزرگی رو دیدی؟ بعد میزنه دوباره تو سر کوچیک من. ما یه سپر بزرگ درست میکنیم از ثروت، از قدرت، از منیت‌های انسانی، از اون که دنیا دوست داره، هی میریم پشتش به عنوان یه فرزند خدا، هی آسیب میخوریم، هی لغت میخوریم، هی سنگ ما میزنن، اون سپر کار نمیکنه. اگر میخواییم در مسیر زندگی حقیقتا این خدا باشه، این جلال پیدا کنه، بهترین کار این هستش که ما تحت اراده اونیز زندگی کنیم. اما بریم بشنویم نامه فیلیپیان 4:8 الی 9. خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیک نام است، هر فضیلت و هر مدحی را که بوده باشد در آنها تفکر کنید. خیلی ممنون. در اصل اداره نویسنده داره میگه تمام فعالیت های ما روی زمین باید رب پیدا کنه به هدف مقدس خلقت، توی جایگاهی که نام خدا بلند کرده بشه. میخوای ثروتمند بشی، بسیار خوبه، ثروتت کجای ملکوت خداوند سهم داره؟ بعد درسته خب بالاخره به ما یاد دادید دیگه، گفتی ده یک رو میدیم دیگه، همینجوری مذهبی نده، ده یک رو هدیه رو مذهبی نده، چون من گفتم نده، خواهش میکنم با خوشی دل بده. باید درک درست ازش داشته باشی. برای همین کلام خدا میگه هرگز خداوند زیر دین ما قرار نمیگیره. خدا میخواد آنچه را که ما میدیم ازش یک درک درست داشته باشیم،
اگه درک درست نداریم ازش، لطفاً همونطور که همیشه منطقی فکر کردی در رابطه با ده یک منطقی فکر کن. کلیسایی هست که بالای $3,000 هزینه دوتا جا رو داره میده، 4 برنامه تلویزیونی رو داره انجام میده، هزینه کشه کلیسا رو داره میده، گهگاهی افراد رو دستگیری میکنه، هزینه های دیگه داره. آیا این کلیسا که وابسته به هیچ سازمانی نیست میشه بدون پول کاری کرد؟ میشه؟ منطقی فکر کنیم، نگفتم روحانی. کار خداست که ما رو اینجا رو گردشته، خدا با ماست که ما موندیم. اگه منطقی هم فکر کنید میبینیم که کار درستی کردیم. پس اگر تصور برای میکنیم که هر فعالیتی ما داریم میخواییم انجام بدیم، این فعالیت رو ربط داریم به نیاز خودمون، اونجا ما دوباره آسیب میخوریم، دوباره وسوسه سراغمون میاد. ولی وقتی ربطش میدیم به هدف اصلی خلقت، خداوند ما رو حمایت میکنه. شاعر این گونه میگه، امیدوارم به کسی بر نخوره، مسلمان هدف ما اینجا این نیستش، ولی این شاعر این گونه فکر میکنه، میگه وقتی همه به فکر خودشون هستن یه چنین اتفاقی میفته. گدایان بهر روزی طفل خود را کور میخواهند. وقتی من جلال خدا را نمیخوام، وقتی من فقط به فکر خودم هستم، من فقط برای فکر میکنم، برای خودم دارم فکر میکنم، گدایان بهر روزی طفل خود را کور میخواهند، طبیبان جملگی مخلوق را رنجور میخواهند، همیشه مردخاران راقبند بر مردن مردم، بنازم مطربان مخلوق را مسرور میخواهند. زمانی که من فقط در اندیشه خودم هستم، دنیا رو نیز اینگونه خواهند دید که هر کسی به فکر خودشه، و اونجایی که من به فکر خودم هستم و طمع قدم برمیداره، اونجایی هست که وسوسه کار خواهد کرد. موضوع وسوسه موضوع بسیار بزرگی است نسبت به کلام خدا. اینو هم صحبت بکنیم، قبلا در تو وسوسه من تعلیم دادم که حتی مسیح بیز وسوسه شده، اما وسوسه ای که از فکر ما داره میاد میخواییم در این رابطه صحبت بکنیم. و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده ای، آنها را به عمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود. آمین. الیسون میگه همچون اسفنج که آب را در بر میگیرد، شما هم اندیشه های خوب را در بر میگیرد. اندیشه های خوب کجاست؟ میتونیم بگیم اندیشه های خوب کجاست؟ یه نفر از این قسمت، یه نفر از این. اندیشه های خوب کجاست؟ تو فکرمون. خب این فکر از کجا باید بیاد؟ اینجا هستش، خیلی خوبه راحته. اندیشه خوب. شما وقتی مزمور کلام خدا بند رو میخونی، مزمور داوود رو میخونی، موسی رو میخونی، سلیمان رو میخونی، کلام خدا رو میخونی که میگه تا خدا با توست کیست بر ضد تو؟ وقتی کلام خدا رو میخونی که بهت میگه مشکلات و سختی ها به خیریت تبدیل خواهد شد، وقتی کلام خدا رو بند رو میخونی میگه تو نجنگ، بذار من برات میجنگم، وقتی کلام خدا رو میخونی میگه حتی برای دشمن خدا دعای خیر کن، دیگه اجازه بهت میده که تو فکر دیگه ای داشته باشی، تو اندیشه بدی داشته باشی. پس اندیشه های خوب آنقدر وجود تو رو خواهد گرفت که فضا نمیده برای اندیشه بد. به یک کششی گفتن گناه هم میکنی؟ گفت فرصت بادم بری مشغول بود. یک ایماندار هم همینگونه باید باشه. ذهنیت و مغزش باید مانند یک کارخونه باشه که آنقدر تولیدات نیکو داره که مجال اینو نمیده که چیزهای بد توش تولید بشه. من یه مدتی توی کارخونه پرسکاری کار میکردم و انقدر این شخص شلوغ بود سرش که وقتی یک نفر یه قطعه کوچیک رو میابرد برای تولید بهش میداد، در فرض $10 بود بهش میگفت $200. من میگفت خیلی گرون میگیری، میدونم کارت خوبه. بعد وقتی میرفتم چرا انقدر بالا گفتی؟ گفت وقتی این همه کار دارم چرا کار خودم رو بیارزش کنم؟ شما وقتی اندیشه خداست بر ذهن و تفکرت، هیچ موقع مشغول موضوعات توی دنیا نمیشی که شما رو موقتی حقی خواهد کرد و خوشحال خواهد کرد، بلکه اونگونه تصور خواهی کرد که خداوند نیز فکر خواهد کرد. در نامه یعقوب 4:17 میخونیم که اعلام میکنه بنابراین کسی که بداند نیکویی چیست
داره به ما میگه فرزندان خدا، کسی که بداند نیکویی چیست و نیکویی نکند گناه کرده است. یعنی حتی ما کار نیکویی رو انجام ندیم نیز متاسفانه گناه کردیم. بریم با هم دیگه کلوسیان 3 از 1 الی 10 رو نیز بشنویم. سقراط نیز اعلام میکنه هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست. اینجاست که شاعر درست میگه، اعلام میکنه که دشمن من خودم هستم، دشمن در وجود من هست وقتی که من تفکرات نیک نیز ندارم. پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست به طلبید. در آنجایی که ممنون، یعنی رسول مرد با مسیح برخواست، به میگه رسول نیست. رسول به عنوان همسر زهره نیست، رسول بابای منوس ساحل دیگه نیست، رسول مال خودش نیست، رسول مال مسیحه. نه اینکه مسیح میخواد اونها رو بگیره، اتفاقا تضمین زندگیش خواهد شد، اما از این به بعد رسول مال مسیح و مسیح مال رسوله. رسول مانند مسیح باید عمل کنه، تخفیف هم نداده. به خودمون تخفیف ندیم. تخفیف وقتی به خودمون میدیم فرصت ها رو باز میکنیم برای وسوسه شدن. وقتی میشیم فعلش گناه خواهد بود. بله، در آنجایی که مسیح هست به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است. مانند یعقوب 3:17 میگه ملکوتی فکر کنید. روی زمین، طریق زمین گناهه، روش زمین گناهه، روش زمین دروغه، کلکه، حقبازیه. یه وکیل خوب سراغ دارید این مشکل منو حل کنه، یه خودم بیشتر بشونم، یعنی کلک. تو خلافت نمی کنم با وکلا، اما عملا یه موقعی اونه میریم دیگه. راه رو که بسته میبینی به طریق دنیا میخواییم، طریق آسمان. نامه یعقوب 3:17 است، میگه آنچه که از آسمان میاد باعث صلح هست، آرامش، امنیت، خوشی، شادیه. بله، زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. آمین. پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید: زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت پرستی است، که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می آید، که شما نیز سابقا در اینها رفتار می کردید هنگامی که در آنها زیست می نمودید، لیکن الحال شما همه را ترک کنید. پس ما افکارمون یه زمانی آلوده به این نوع تفکرات بود و عمل هم میکردیم، اما الان دیگه میگه تمام شد و این رو من فقط در حضور خدا میتونم کسب کنم که مثل خدا فکر کنم، مانند خدا فکر کنم، به اون وقت بدم. باور کنیم که خیلی ساده است، پیچیدگیش به خاطر تمرکز ما توی دنیاست. اگه تمرکز درست و کلام داشته باشیم خیلی ساده است. قوتش از خدا بخواییم که فکر خوب مرا به فعل تبدیل کنیم. بله؟ یعنی خشم و غیظ و بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود. به یکدیگر دروغ مگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. آمین. و تازه را پوشیده اید که به صورت خالص. برای همین از معذرت میخوام، امیدوارم بازم به کسی بر نخوره. برای همین از هرگز به هیچ کشیشی نگی ما تو دادگاه میخوام یه دروغ بگیم، اشکال داره؟ هرگز. به طور خاص اگه کشیشش قومی باشه اصلا بشنوید، چون قرار نیستی که ما دروغ بگیم. تمام شد. قرار نیستش که ما ریا کنیم. تمام شد. بله، من تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه میشود. آمین. آمین. تو یعنی کاملا شکل خدا، بازم عرض میکنم، به هیچ وجه تخفیف به ما نداده. ما گاهی فکر میکنیم مشکل رسول به خاطر اینکه حکیم نیست توی موقعیت مالی همیشه آسیب میخوره. رسول حکیم نیست، رابطهش با همسرش خوب نیست. رسول حکیم نیست، نمیتونه وقت با بچه هاش بذاره. تمام مشکلات رو به این میبینیم
که رسول این حکمت رو نداره، غافل از این که رسول در حضور خدا بودن رو نداره. چرا که در حضور خداست که این حکمت کسب خواهد شد و فکر خدا جایگزین تفکر رسول خواهد شد و نیز عمل خواهد کرد با آنچه که درست هستش و نهایتاً حتی اگر بدانیم اشتباه کردیم و گناه کردیم، خبر خوش انجیل مسیح این هست که ما با ایمان مسیح و توبه در حضور او نیز بخشیده خواهیم شد. همون گونه که در اعمال رسولان 2:38 میبینیم که وقتی مردم به پتروس سلام میکنن، میگه دلریش شدن، متوجه شدن ای وای خیلی خراب کاری کردن. قوم اسرائیل بودن، قوم خدا بودن، 613 تا قانون رو میدونستن اما نمیتونستن، فقط میدونستن. و وای بر ما که بگیم ما فقط میدونیم محبت خوبه، میدونیم این که باید ببخشیم اما نمیتونیم. نمیتونیم نقطه ضعف رسول هست که نه در خودش و نه در کلیسا و نه در خونه در نه در محل کارش پوری روح القدس کسب نمیشه. چون اگه پوری روح القدس باشه، قوت روح القدس باشه، ملزمش میکنه، تقویتش میکنه و فکر خوب رو تبدیل به فعل خوب میکنه تا بتونه در آنچه که درست هست و مسیح نیست اگر بود انجام میداد، رسول نیست انجام بده. در اعمال رسولان 2:38 میگه توبه کنید و هر یک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح قصد تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید دریافت کرد. اگر توبه من توبه حقیقی باشه، خیلی از عزیزان هستن میگم ما هیچی عطایا نداریم، میگم نمیشه، حتما داریم، حتما داریم، نمیشه تو عطایا نداشته باشی. میتونی تو نسبت به عطای خودت آگاهی نداشته باشی به خاطر خیلی توی دنیا خودتو مشغول کردی، افکارتو خیلی مشغول به وسوسه‌های دنیا کردی و یا که توی گناه هستی. دعا کن از خدا برد بخواب که بتونی از این گناه نیست رهایی یابی. همون گونه که مثال فرانسوی اعلام میکنه، انسان باید بداند کجا میبایست ترمز کنه. این موقع داره میریم دیگه با گناه اینقدر سازش شده. گفتم گناه فقط این نیست عزیزان که بگیم من مستی میکنم، من رابطه نامشروع دارم، من دزدی میکنم. پذیرش هر وسوسه ای حتی روی زبان ما نیز میتونه گناه باشه متاسفانه. اما بریم ببینیم چگونه بر افکار مضر غالب آییم. هر تفکری که مغلوب وسوسه گردد، ناامنی و گناه را توی اون نقطه چینا، ناامنی و گناه را هویدا میکند و کلید رهایی ایمانی استوار به توبه حقیقی در نام عیسی مسیح میباشد. توبه حقیقی. من زمانی که عزیزان تماس میگیرن تلویزیون و براشون دعای توبه و نجات رو میکنین، واقعا من وجدانم ناراحت، حالا اینا چی کار میکنن تو ایران؟ نه کلیسایی دارن، نه معلمی دارن. بلافاصله با عزیزان شبکه تلویزیون محبت تماس میگیرم، میگم خواهش میکنم اینا رو پیگیری کنید. خودم یه وقتی گذاشتم برای خودم دوشنبه ها برای من کلاس میذارم، چون این نمیدونم. میگه من بعد رسول اتفاقا دیروز که برام دعای تو بخوندی اینقدر پر از شادی شدم، رفتم به منظور صالح خیلی برام دعا کرد. نمیدونه. یا باور کنید تو تلویزیون زنگ زد گفت به پنجتن اینقدر دوست دارم. بستر یه ایمان دار. برای همین هستش ما اتفاقا داشتیم میومدیم با مامان جان، یا آقا یه خانومی زنگ زد گفت بعد رسول هنوز سخت من نمازو بذارم کنار. گفتم میتونم خواهرم. گفت بر منو قانع کن. من راستش درس اسلام شناسی گذاشتم. عزیزانی که نسبت به موضوع اسلام هرگز نمیخوایم با سرکوب کردن دینی و باوری مسیح رو ببریم بالا. مسیح بالا هست. آمی. مسیح بالاست. ما با سرکوب کردن مسیح رو نمیبریم بالا، اون بالاست. اما اگر کسی احتیاج داره اسلام شناسیش رو قوی کنه، لطفا با زینا جان بگه. اگه چند نفر شد یه کلاس می‌ذارن در تو اسلام شناسی هم صحبت خواهیم کرد. اما نه اینکه بگیم اسلام رو معرفی کنیم، بازم بگم هرگز هاشا مسیح بره بالا. اون تو قلب ماست، مسیح تو قلب ما سلطنت میکنه و لزومی هم نداره ما یک افکاری. پس یک بار دیگه میخونم، هر تفکری که مغلوب وسوسه گردد، ناامنی و گناه را هویدا میکنند و کلید رهایی ایمان استوار
به توبه حقیقی در نام عیسی مسیح می باشد. شاعر نیز اعلام میکنه اندیشه های زیبا زیبا آفریده است. اندیشه های زیبا زیبا آفرین است. وقتی افکار زیبا داشتی اثر زیبا می آفرید. اگر اجازه بدید در حضور خدا از روح خداوند پر بشی زندگی زیباست. ای زیبا پسر زنده اندیشان به زیبایی رسن. آنقدر زیباست که این بی‌بازگشت از برایش از جان گذشت و عیسی مسیح از جانش گذشت تا ما این زندگی خوب داشته باشیم. و ببینیم با فیض خداوند نیز در مسیر اراده اونیز کامل بشیم و رشد کنیم. اما بریم با هم یه آخرین آیه رو نیز داشته باشیم لطفا. ممنون میشم. بذارید قبل از اینکه اون رو بخونیم آیم فینم بخونیم. گاهی هستش که عزیزان تصور میکنم میگم ما توی وسوسه هستیم و این وسوسه ما رو رها نمیکنه. کلام خدا این امید رو به ما داده که خدا اجازه نمیده اگر قلب شما امروز گواه بر این هست که عیسی مسیح نجات دهندت هست، خداوندت هست، اما هنوز نتوانستی با وسوسه‌ای که میشی هر ما وسوسه‌ای مقابله کنی، اما وقتی که شب میری در حضور خدا، روز میری در حضور خدا، نمیدونم تو کلیسا میای، برادر رسول داره صحبت میکنه، زمان پرستش روبن هست، یک دفعه ملزم میشی. اینو بدون تا زمانی که ملزم میشی خدا دست تو رو میگیره. آمد. تو رو رها نمیکنه به خاطر وسوسه ها. بگه حالا که گناه کردی رهات کن. خداوند دست تو رو میگیره. خداوند تو رو میبخشه. خداوند کمک تو خواهد کرد. چون تو فرزند خدا هستی. خدا نمیخواد فرزندش معلول توی ملکوت خدا بیاد. از این رو در اول قرنتیان 10:13 میخونیم. پولس رسول اعلام میکنه وسوسه هایی هست که برای تمام مردم پیش میاد. پس مال همه هست. اما خدا به وعده های خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید. خدا همراه با هر وسوسه راهی هم برای فرار از آن فراهم میکند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. پس این رو میدونیم اگر هر نوع وسوسه میاد اما خداوند مطابق فیضش قوت ما خواهد شد. بریم با هم یه نامه فیلیپیان 2:5 رو نیز بشنویم. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. آمین. همین فکر در ما باشد. نویسنده نیز اعلام میکنه به هر چه توجه کنید با آن یکی میشوید. توجه رو امروز باید بزنیم روی روح القدس. روی پوری روح القدس. من خودم میگم ضعف کلیسای ما ضعف پوری روح القدس. باید پوری روح القدس بخوام. دانش بسیار هست. دانش راه پا نیست. پا برای اعمال ما و اینکه ما بتونیم به فعل تبدیل کنیم اندیشه خوب کلام خداوند رو اینه که من از روح القدس پر بشم. از این رو در انجیل یوحنا 14:26 میگه لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم رو به یاد شما خواهد آورد. اگر از روح خدا پر بشیم از اینجا که میری بیرون ناامید نیستی، خسته خاطر نیستی، نگران نیستی، ترسان نیستی. تا رفیقت بهت میگه بیا بریم فلان جا نمیگی برم. شخصی که اهل قمار بود ما دیگه کلیسا نیست بهش کنیست ما دیگه جا دیگه زیاد توجه نم اهل قمار بود براش دعا کردم به دوتا از خادمین گفتم مواظبش باشم همه پیگیریش همه که نمون گروه پیگیریش میکردن یه روز اومد که برد راستم حالا مدت راست دیگه نمیرم کازینو همون شد گفتم خدا میشد بقلش کردم بوسیدمش عشقم اومد گفتم واقعا چقدر خدا من با فیضش این شب گفت الان میخوایم با خانواده اون جشن بگیریم گفتم خدا راش گفت داریم میریم مسافرت گفتم کجا میدید گفت میرم لاس وگاس یعنی این هوشیاری باید داشته باشیم واقعا اگر اومدیم کلام رو شنیدیم باید زندگی کنیم وقتی رفتید شما وارد یه خونه شدید ببینید شما فرزند خدا هستید شما نور و نمک هستید من همچنین آنطور که به شما میگم به خودم دارم میگم نمونه باشیم تا کلیساهای مسیح پر از فرزندان غیور خدا بشن و غیرت داشته باشن برای خداوند نسبت به هر موضوعی هر موضوعی بشارت هستش خدمت هستش خودشون رو پیدا میکنن راستی هستش
و این نباشه که ما با مثل مردم دیگه وارد یه مهمونی میشیم ما وارد شدیم تو محل کار ما وارد ما نور و نمک هستیم. شخصی میره مسافرت و مسافرت که میاد دوستش میگه خب ببینم از سفر چی آوردی؟ گفت تشریف. شما دیگه نگه تشریف، شما بگید با خودم مسیح رو آوردم، قوت مسیح هست اینجا، امید خداوند با من هستش. آمین.